زمین داشتم میفروختم، از پدرم یه جایی رسیده بود به من، همه خونه پاسدارامون رو میفروختم و میامدم توی این صنعت هزینه میکردم. شما فکر کنید یک نیروی 20 نفره رو 15 نفرشون که 20 سال جوشکار من برای اینا تو لیست بیمه رد کردم، همه شون رو برداشتم بهشون سختی کار دادن. خودشون اینا رو همه رو از چین و اینا وارد میکردن. من الان تو فکر اینم که دیگه کاربریمو از این حالت صنعتی ببرم تو کار خدماتی. این شد عاقبت یک تولید کننده ایدا. بنده عباس توانگر، مدیر شرکت صنایع ماشین اینجا که از سال 1343 این شرکت به ثبت رسیده و از سال 1345 مشغول به ساخت مخازن فلزی روی زمین به شکل ذخیره، روی ماشین به شکل حمل و ماشین‌های خدماتی مثل ماشین آتش نشانی و ماشین‌های جابجایی فاضلاب که ما بهش ماشین لجنکش میگیم شروع میکنه، که موتور و پمپ این ماشینایی که عرض میکنم به شکل وارداتی بود قبل از انقلاب، که اینا از آلمان معمول متداولن، شرکت ها نمایندگی هاشون در تهران اینا رو به ما میفروختن و ما خود اتاقسازی، تانکر و همه کاراشو خودمون انجام میدادیم. فقط این قلب تپندش که همین ماشین پمپ ها بود، اینا رو ما از آلمان پدر خدا بیامرزمون وارد میکرد و اینا رو به اون ماشین مصب میکرد و به متقاضی ها مختلف میداد. این تا قبل از انقلاب، به خاطری که اینا با قیمت دلار 7 تومن این پمپ ها و اینا وارد میشد، دیگه ما از اونا خریداری میکردیم. وقتی که انقلاب شد و این تغییرات در مسائل قیمت و واردات و اینجور چیزا شد و این نمایندگی ها همه جمع شد، ما مجبور شدیم اینا رو شروع کنیم به تولید کردن، چون که اونایی هم که فروخته بودیم باز به ما مراجعه میکردن، حالا پروانه شکسته، پمپ شکسته، فلان شکسته. ما مجبور شدیم که یواش یواش اینا رو در کشور تولید بکنیم، یعنی فقط به شکل مهندسی معکوس، و خیلی چیزها رو مجبور بودیم که خودمون طراحی بکنیم و انجام بدیم. این ماشین شستشوی فاضلابه. همه اینی که جناب عالی میبینید بنده درستشون کردم. خب ببینید این دیگه خابیده. اینا رو من تو نمایشگاه بین‌المللی میبردم که مردم ببینن که ما چقدر زحمت میکشیم، چقدر مسئولین یه مقدار به فکر تولید داخلی باشه. این الان یک مخزن آبه، این الان یه مخزن آب پشتشه سراسریه که برای شستشوی کانال با آب تمیز، حالا آبی که حالا تصفیه شده جا داره، از بالا ریخته میشه و به دوتایشون وصلن. این دستگاه جوش آسفالته که عرض کردم با اینجا نمشته 400، یه چیزی در حدود 300 درجه روغن داغو در خودش میچرخونه، این دیگو شروع میکنه به گرم کردن. اون چسب با یه رزین مانندیه که با اون درجه شروع میکنه به ذوب شدن، که کارگر اینو دستش میگیره با اون دسته ای که داره. حالا اینو ببینید دیگه، این متاسفانه میگم زیر آفتاب و اینا خراب شده. ببینید این چند لایه است. به شما بگم این با دلار 500 600 تومانی وقتی که واردش میکردن از آمریکا، قیمتش در میآمد یه چیزی در حدود 100 میلیون تومان، وقتی که دلار بود 600 تومان. بعد من شروع کردم اینو درست کردن که این آسفالتی که ترک میخوره، که هزینه های خیلی سنگینی داره، به مرور زمان وقتی که این نیاد اونو بچسبونه، ماشینا که رد میشه یهو میبینید که بلند شد یه چاله، این اونو رفع میکنه. بنده اینو از روی کمپانی چینی که اینا خیلی به آمریکا نزدیکن، اون کمپانی رو دارم عرض میکنم، منم از روی اون اقتباس کردم. شما مقدار پاچشو، حرارتو، همه رو به این ماشین میدی، این خودش همه کار رو میکنه،
شروع میکنه به پاشیدن، اینو باید اداره راه مثلا ملزم میکرد. مثلا اون موقعی که آقای احمدی نژاد تو شهردار تهران بود، تمام پیمانکارا رو ملزم کرده بود که باید با قیرپاش بپاشن. ببینید کی بود حالا ایشون قبل از ریاست جمهوری. نهایتاً خیلی ایده خوبی بود. اصلا این فکر ما یهو افتاد، اصلا ما شب و روز اینجا آقا 24 ساعت ما کار میکردیم. یعنی قیرپاش میساختیم منظورمه. یعنی هیچی نمیساختیم. بچه ها اضافه کار تا صبح دو تا گروه سه تا گروه میامدن. خب وقتی که الزام شد همه اومدن. اینا هم که خب قیچیه و این مثلا اینو خودم اینجا طراحی کردم. یه دستگاهیه که لبه زنه و لبه رو اینطوری گونیا میکنه. اینم پرسه، اونم خمه، اونم خم بود. نهایتا اینا بود دستگاه ما و ما خیلی ماشین سازی و اینا داشتیم. اینجا هم کارگاه ما بود، ماشین تراش، چند تا ماشین تراش اینجا بود. تمام بانک با فشارهایی که می آورد که ما اقساطاش رو پرداخت کنیم، مجبور شدیم اینا رو همه رو بفروشیم. وقتی که دستگاه رو فروختیم، کارگر دیگه متاسفانه نمیشد نگه داره. اینجا یه دستگاه 2 متر بود، اینجا یه دستگاه 1 متر بود، اینجا فرز بود، اینجا ببین الان هنوز اینجا جاش مونده که در آوردن بردن. دریل، چند تا دریل بود، صفحه تراش بود، همه چی من کامل اینجا داشتم. متاسفانه با این وضعیت که بانک به ما هی فشار می آورد و میگم آدم میفرستاد دم در، باعث شد که ما رو واقعا به این روزگار برسونه. به من میگن مغز اقتصادی تو نداشتی، تو باید میرفتی آهن خام میخریدی میذاشتی اینجا. آهنی که مثلا بنده میخریدم کیلو 1000 تومان، دیروز زنگ زدم گفت کیلو 22500. ولی من چیکار کردم؟ من این آهنو پول کارگر دادم، فک گذاشتم، جنس گذاشتم، تبدیل به یک کالا کردم که فقط اختصاصا به درد اون کسی میخوره که میخواد یه جاده بسازه، به درد یکی میخوره که میخواد یه موادی رو جابجا بکنه. خب باید من منتظر اون باشم که اون بیاد، ولی بانک هیچ گونه انتظاری رو قبول نکرد. خیلی عذر میخوام، من نمیدونم اینو چجوری باید بگم. نزور رو نزور، نزور رو نزور، من اینو بهش میگم. حالا یکی میگه بگو یه اسم دیگه بده، اسکونت، نمیدونم کارمود، نمیدونم چی میگن. همین اهوازی که شما چند وقت پیش شنیدید که حتی استاندارش عوض کردن به خاطر اون سیلابی که راه افتاده بود و چندین نفر جونشون از دست دادن، ما تو مناقصه با اونا رفتیم اهواز شرکت کردیم. 10 دستگاه ماشین که اگه ما اونو میگرفتیم شرکت به هر چه واقعا همه اون بدهکاریاشو، چون که اون ماشینا دونه ای، من عرض بهتون بکنم اون زمان دونه ای 500 میلیون بود، 10 تاش میشه 5 میلیارد تومان. نهایتا به خاطر یک چیزای اصلا باور نکردنی، یعنی واقعا سلیقه‌ای دیگه، تصمیم رو گرفته بودن. و بنده الان جلوی شما قسم میخورم برید تحقیق بکنید، هنوز که هنوزه اونی که 10 تا رو برد هنوز یک دونه ماشینش رو نتونسته تحویل بده. ما هم اینا رو نمیگیم خواب دیدیم، نه، اینا رو ماشینای اروپایی بود، رو مرسدس بنز. این تولید در آلمان و ایتالیا بهترین تولید کنندش ایتالیاس، اول دوم هم آلمان، یعنی تو این بخش ایتالیا تا از آلمان هم جلوتره. ما اینو از روی اون ماشینا کپی کردیم و در ایران درست کردیم که نماینده ایتالیایی شرکت در نمایشگاه بین‌المللی اومد گفت آقا من میخوام ببینم کی این ماشین رو ساخته و بهش تبریک بگم. منظورم اینه که واقعا اگه ما حمایت میشدیم، قول میدم در این بخش خودکفا میشدیم. شما ببینید این کلمه از حمایت داخلی امروز و مثلا امسال و به گفته رهبر، الان به خود گفته رهبر من قول میدم 5 سال ما داریم میگیم تولید. مثلا چین 60% صنعتش رو تولید کوچیک میچرخه، یعنی آلمان، ایتالیا همه رو برد، حتی 75% هم بودن. یعنی کوچولو است که باید حرکت کنه تا اون بزرگه. حتی میگفت صنعت بزرگ مثلا تو ایران 1%. من رفتم تو آب فاضلاب تهران،
ماشین آلمانی و ایتالیایی قیمت داده 3 میلیارد 4 میلیارد تومان، من قیمت دادم 800 میلیون تومان. خود مدیران در مناقصه گفتن تنها شرکت ایرانی که میتونه یه چیزی مساوی با اینا، حالا مثل حالا شما بگو پیکان را میره، بنزم را میره، آره، ولی این پیکانه را میره دیگه. اگه بین اینا همه بخوایم، این دوتا که هیچ، آلمانی و ایتالیا 20، بنز، یه پیکان هم اگه بخوایم بین اینا انتخاب کنه، این شرکت صنایع ماشینه. این داده 800 تومن، اونا دادن 3.4 میلیارد تومن اون زمان. بهشون گفتن خب بابا بس ما برنده ایم دیگه، 800 میلیون کجا 4 میلیون. گفت نهایت هم میگه. ببین این آلمانیه به من نشون داد 10 تا زونکن رو هم گذاشته از چرخ پیچ چرخ کامیون برای من نقشه داده تا اینجا اینقدر فایل اطلاعات داره. تو چی دادی؟ 2 تا زونکن. میگم آقا مگه زونکنه که میخواد اون مواد رو بکشه ببره بیرون بریزه تو خیابون بریزه تو بیابون؟ ما روزی یک دونه ماشین کامل تریلی و تانک و لاستیک و اینا رو هر روزی یه دونه از در این گاراژ باید میرفت بیرون. ببینید اون چه زمانی کار بود. الان ببینید ما از چندین جا لوح تقدیر یا از شرکت نفت لوح تقدیر داریم، ولی به شک آخرش هم که عرض کردیم دیگه با این حالت اقتصادی که همه چیز بدون برنامه ریزی، به هر شکل قانونایی که بی دلیل و بدون برنامه ریزی گذاشتن، این یک دلیل خیلی محکمی بوده که واقعا صنعت در مملکت ما نه پا گرفته، نه حمایت شده، نه رو برنامه پیش رفته. دیگه من تصمیم گرفتم که دیگه این خط تولید و کاملا که قدمتش خیلی طولانیه اینو دیگه جمع کنم و سعی کنم که کارهای کاربری اینجا رو عوض کنم و بتونم روزیمو به شکل دیگه ای با کار دیگه ای که خودم دوست ندارم واقعا از اون راه امرار معاش بکنم. برای همین دیگه اینجا دیگه عمرش تموم شده و منم دیگه واقعا سنم بالا رفته، دیگه توانایی ادامه این فشارا رو دیگه ندارم، برای همین مجبورم که کلن این صنعت رو تعطیل کنم. توقع میگم از سالان خیلی گذشته بود که وقتی که علاقه من انقدر زیاد بود که با عشق و با هر مشکلی که رو دلار را میذاشتن باز میپریدم و میرفتم دوباره هرچی پول و درآمدی هر جا داشتم جاهای خوبم رو میفروختم، مثلا زمین داشتم میفروختم، از پدرم یه جایی رسیده بود به من، همه خونه پاسدارامون رو میفروختم و می آمدم توی این صنعت هزینه می کردم. توقع داشتم اون موقع که زیر همچین فشاری هستم اینا به داد من برسن و انقدر به ما فشار نیارن که ما رو به این روزگار برسونن. توقعم این بود. دیگه الان دیگه یه نفر که الان توی این بیماری کرونا گرفته و داره رفته تای خط و فرداش می میره، شما از اون چه توقعی دارید؟ دیگه توقع من این بود که اون روزی که این بیماری اومد مثلا جلوشو میگرفتن، دیگه من الان بیمار شدم دیگه دارم میمیرم دیگه چیکار کنم، چه توقعی میتونم داشته باشم؟ من اون موقع که دارم عرض میکنم که منو بیچاره کردن و تمام زندگیمو به نابودی کشوندن، زن و بچه‌مو از من متنفر کردن، اون موقع من توقع داشتم که بگن آقا صنعت کمکش کنید. الان که دیگه همه چی از بین رفت، دیگه من چه توقعی دارم؟ هیچی. من این توقعی دیگه ندارم.